امشب 10 فروردین ماه 1396 خورشیدی است و کم کم داریم به روزهای پایانی نوروز 96 نزدیک میشیم. درود بر شما بینندگان و همراهان محترم مجله خبری سپید و سیاه. در این برنامه تلاش ما بر این پای است که به عنوان آخرین برنامه سپید و سیاه در ایام نوروز نگاهی کلی و اجمالی داشته باشیم به جشنها و آیین‌ها و مراسم متنوع و رنگارنگ و گوناگون مردم ایران و اونهایی که نوروز رو جشن میگیرند و البته با توجه به نزدیک شدن به روز 13 به در به پیشواز این روز هم خواهیم رفت. همراه ما باشید در 30 دقیقه آینده با سپید و سیاهی که در این نوبت البته سپیدیش بسیار بسیار بیشتر است و به چشم خواهد آمد. سبز چک چکو پیر سبز چک چکو او مه تا دومن کو چه غفل ممی دیکا تا مرا سوید پو پوی پیر سبز مو پوی پیر سبز مو درخ شمس قرص مو او به چکا توی هاف چکو چک از سینه کو جمعیت موج کوزد تو خیله هو یکی خینه یکی رقصه یکی کرسه ای رو صفو به جا پیر چک چکو آدم رو دین دل مو به جا پیر چک چکو آدم رو دین دل مو شم و چوب سندلوش شم و چوب سندلوش کلک مین پیروش مردمون چرخ کوزن داو رو بروش حوجت اطلبن ازوش یکی کنرشته گوش چرغتوش گرنج تری میله شمدونه ویجا پیر چک چکو آدم رو ده دل مو ویجا پیر چک چکو آدم رو ده دل مو سینه کش سی شام سینه کش چقدر دور از صفو وقتی او بسش چکا بالا مهم بیر تو شش کم پیش پو شش کم پیش پو یور نوز دل رو بو شو وقتی که تا رسو شپو ویوا پیر چک چکو تا ورس به دل مو تا ورس به دل مو که نبیم از هم موجزو. از محدوده نیمه های اسفند ماه در گذشته سرزمین ما ایران آیینی برپا و برگزار می شده به نام نوروزخوانی. مردم در گروه های 2 نفره و یا بیشتر در معابر و البته کوچه های روستا و یا شهرشون حرکت می کردند و مژده بهار رو می دادند. این مراسم یعنی نوروزخوانی از جمله آیین های ریشه دار و قدیمی است که از حدود بیش از 1000 سال پیش تا کنون در مناطق مختلف ایران رواج داشته، به ویژه در مناطق البرز شمالی استان مازندران و گیلان. برخی ها بر این باورند که نوروزخوانی در ایران حتی پیش از اسلام نیز انجام می شده و مضامین اون در ایران قبل از اسلام علاوه بر توصیف طبیعت و مژده بهار در ستایش اهورامزدا و مدح پادشاهان ایرانی بوده است. نوروزخوانی در واقع کارناوالی است که در اون انواع شعر و موسیقی و آواز به نمایش در میاد. من از شما دعوت میکنم به بخشی که این رابطه میخواییم خدمتون تقدیم بکنیم. خانه را مرمه بیارم
خنر مرمدی یارم او با آیندی یارم کچی گوره گهت سلام دلیلی که ندی یارم بر سر دار خجیره کودشت و صحرا جنگل و به سبز جار خجیره بهار خیر و خوش بیمومه بلبل خونش بیمومه ککی نالش بیمومه ناز و نوازش بیمومه این قشنگ بهاره مباره گوش ماره کو کنارا و نوشه سر وزم دباره به عنوان یکی از آیین‌های قدیمی در روزهای نخستین سال در مناطق شهری و روستایی استان کردستان با حضور و استقبال پرشور مردمانش برگزار میشه. در این آیین سنتی مردم هر روستا با جمع شدن توی مکان مشخص با روشن کردن آتش و رقص محلی و خوندن اشعار و این حرفا فرارسیدن سال نو رو جشن میگیرن. مراسم نوروز روستای بیساران به عنوان یکی از پرجمعیت ترین و بزرگترین روستاهای کشور با حضور مردم روستا و شماری از هنرمندان کردستانی برگزار میشه. اگه موافق باشید بریم و تعدادی عکس رو در همین رابطه ببینیم. البته یکی از عشایری که در مرکز کشورمون زندگی میکنه و خب ایلیاتی هم هستن در
قالب دو ایل بزرگ چهار لنگ و هفت لنگ بختیاری. میدونید مردم بختیاری به شدت هم متعصب هستند به تمامیت ارضی سرزمین مادری ما ایران. میدونید در برنامه‌های مختلف ملی و البته باستانی حضور پررنگی دارند. شاهنامه خوانی در ایل بختیاری به معنای واقعی نهادینه شده و فرزندانشون از سنین خردسالی و البته تا پیرمردانی که در کهنسالی قرار دارند یا شاهنامه خوانند و یا از شنونده های حرفه‌ای شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. اما یک قطعه موسیقی فولکلوریک داریم مربوط به ایل بختیاری. موسیقیش آهنگسازیش کار آقای مرحوم البته علی حافظی است. شعر از آقای اسدالله اسدی و خواننده این قطعه نیما حافظی که تصویر گذاری کردیم و با همدیگه اون را خواهیم دید و شنید و لذت خواهیم برد از این سرزمین و این طبیعت به ویژه زیبا و اساطیری استان چهارمحال بختیاری در کشور عزیزمان ایران.
در روز درختکاری یک نمایش تمام و کمال از مسئولین نظام جمهوری اسلامی دیدیم، خصوصا دار و دسته آقای احمدی نژاد و اون ویدئوی 11 دقیقه‌ای عجیبی که منتشر کردن. آقای روحانی هم با جوانانی که حجابشون مطابق با قوانین جمهوری اسلامی نیست عکس گرفت و منتشر کرد تا ثابت بکنه که نزدیک انتخابات حاضر دست به هر کاری بزنه. اخیراً هم ویدئوهای کوتاهی منتشر شده درباره آقای زرقامی، کاندیدای ریاست جمهوری در حال تعارف چای به بابا. همکارای خوب که این همه این فضای قشنگ کنید شما. حال شما خوبه؟ شما 80 رد کردی یا 70؟ 70 زود پیش شدی این همه تو این فضای سبز آیا الله تو باز جستگیر میگیری 400 خورده یه هر برمید یه برو نمیشه آیا آیا مهندس گوی خرجی آقایون حتی به خودشون زحمت نمیدن اندکی فکر کنن و راهکارهای خلاقانه تر برای تزویر و عوام فریبی پیدا کنن. این روزها اگه گورخوابا و کارتون خوابها و حاشیه نشینها خیلی اتفاقی سراغ کاندیداهای ریاست جمهوری برند و یا بردونده بشن، قطعا به مانند داستانهای 1001 شب، اما این بار نه یک شهرزاد و نه 1001 شب، بلکه با یک کاندیدا و 1000 دوربین روبرو خواهند شد و داستانی که نگارشش قوه تخیلی بارها بیشتر از 1001 شب نیاز داره و خب البته فردای همون روز و شاید هم اصلا همون روز ویدئو در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشته میشه. ایرانیان کشورهایی مثل تاجیکستان، آذربایجان و افغانستان هم نوروز رو جشن میگیرن. فرهنگ نوروز بسیار وسیع تر از جغرافیای ایرانه. فرهنگی مشترک و دیرین که پر از رنگ و زیبایی و شادی است و نشون از اون داره که برعکس این روزها در گذشته عمدتاً مردم داره هم جمع میشدن برای جشن و نه برگزاری انواع و اقسام عزاداری و سیاه پوشیدن. نوروز برای مردم تاجیکستان به ویژه بدخشانیان جشنی ملی و دیرین است. تاجیک‌ها از نوروز به عنوان رمز دوستی و زنده شدن کل موجودات یاد می‌کنند. تعدادی از مراسم این جشن در تاجیکستان با مراسم سنتی که ما تو کشور خودمون ایران داریم مشترکه، اما خب یه سری از آیین‌ها هم هستش که مردم تاجیکستان صرفاً و صرفاً مختص خودشون اونها رو برپا می‌دارند و در نوروز جشن می‌گیرند. اگر موافق باشید به همراهی شما سری بزنیم به مراسم‌ها و جشن‌های این روزهای کشور هم زبان و هم فرهنگ خودمون یعنی تاجیکستان.
نازنین من بهارم، من بهار محجبی، من بهارم، من از جام جمشیدی پیام، ای جشن خورشیدی سلام، خوش آمدی نوروز، ما مشتاقی دیدارت مدام، گنجش کپر میکشم، خورشید را بر میکشم، آمد بهار نازنین، گل میسه ها سر میکشم، برای یک خنده ای تو ما آشتی کردیم، برای یک خنده ای تو آخر دلک دستی من حالا بردن، به تو یا روزی روشن شدی تا، به تو ما خاکی را هم خاکی را، روزی روشن شوی تا، به تو ما خاکی را هم خاکی را، به تو یار روزی روشن شوی تا، به تو ما خاکی را. سینزمه‌دار همونطور که میدونید فقط یک روزه و از صبح تا غروب طول میکشه، اما برنامه ریزی برای این روز توی هر خانواده‌ای مدت‌ها طول می‌کشه و صحبت از اتفاق‌هاش و تماشای عکس‌هاش هم تا روزها بعد از سینزده به در ادامه داره. همین مسئله است که این روز رو به یاد موندنی می‌کنه و البته دوست داشتنی. روز سینزده به در آداب و رسوم خاصی داره که تبدیل به عادت‌های هر ساله مردم شده. این سنت ها سرشار از شادی و نشاط و سبب جمع شدن خانواده دور هم هستش، از پختن غذاهای خوشمزه بگیر و خوردنشون و تا بازی کردن های دست جمعی. وقتی صحبت از غذای روز 13 پدر میشه، ناخودآگاه اولین چیزی که به ذهن هر شخصی میرسه کبابه. ما ایرانی های عشق کباب همیشه توی روزهای تعطیل و رفتن به پیکنیک بساط آتیش و کبابمون براهه. اما خب غذاهای دیگه ای هم هست که طرفدارای زیادی داره، مثل آش که معمولا توی یک قابلمه بزرگ روی آتش و در فضای باز پخته میشه و داغ داغ خورده میشه. خوراکی دیگه ای که معمولاً بدون اون سیزده به در صفایی نداره کاهو سکنجبینه. البته در قسمت هایی از کشور مثل شمال ایران به خاطر ذائقه ترش پسند به جای کاهو سکنجبین کاهو ترشی خورده میشه و یا با سرکه، که ترشی این خوراک از ترکیبی از رب آلوچه و آب نمک تهیه و آماده میشه. We'll be right back.
بعد از خوردن یک غذای خوشمزه و کمی استراحت نوبت به بازی میرسه. امروز روز 13 بدره، آخرین روز از تعطیلات نوروزی. نباید حتی یک لحظه از اون رو از دست داد. باید گفت که بازی ها و سرگرمی های 13 بدر تمامی نداره و تعدادشون خیلی زیاده. علاوه بر اون اینکه هر شهری معمولاً بازی مخصوص به خودش رو داره. اما اگه بخوایم به چند تا بازی معروف این روز اشاره کنیم، میشه از بازی وسطی، هفت سنگ و زو اسپورت که بازی های دست جمعی پر تحرکی هستند. بازی دیگه هم وجود داره که ظاهرا در اکثر شهرهای ایران انجام میشه، اما هر کجا اسمهای مختلفی داره، شاید تو شهر شما هم اسم خاص خودش رو داشته باشه. این بازی با چوب انجام میشه. در گیلان بهش میگن چوکه و در همدان بهش گال بازی میگن یا زو بازی. البته میشه گفت که این بازی ها رو بیشتر جوان‌ترا انجام میدن و پدر بزرگا و مادر بزرگا علاوه بر اینکه حالا بازی جوان ها رو تماشا میکنن، معمولا شطرنج و تخت نرد بازی میکنن یا اینکه با همدیگه صحبت میکنن. بچه های کوچیک هم به لیلی، گرگم به هوا و البته اکتشاف طبیعت میپردازن. کم کم به پایان میرسد و اما 355 روز از سال 1396 باقی است. آینده در پیش روست، سال در پیش روست، تازه در آغاز قرار گرفته ایم بر روی تخته استارت، آماده شنیدن صدای تپانچه. قرار است با تمام توان، انرژی و روحیه به جلو برویم و تا به همیشه امیدوار. روز و روزگار بر شما خوش. بهروز، پیروز و پاینده باشید. بدرود.